اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آیه پایانی سوره آل امران آیه دویستم یکی از آیات المهدیس که تعویل شده به وجود مقدس امام عصر و رابطه ایجاد رابطه و تقویت رابطه با ساحت امام زمان روحی فدا آیاتی رو در قرآن داریم که اینها تفسیر میشن یا تعویل میشن یا تعیین مصداق میشن به وجود مقدس امام زمان روحی فدا و این آیات رو مفسران گرانقدر و پژوهشگران قرآنی تا بیش از چهارصد آیه برش مردن. و البته تمام قرآن دعوت به سوی ولایت و امامت است کما اینکه تمام دعوت امام امامت و ولایت به سمت قرآن وقتی از امام سجاد علیه و السلام و سلام در تفسیر این آیه پرسیدن که ان و القران یهدی للتی هی اقوم که خداوند میفرماید این قرآن به راه استوارتر ماندگارتر مستحکمتر شما رو هدایت میکنه این راه چیه؟ حضرت فرمودن القرآن یهدی الی الامام و الامامو یهدی الی قرآن تمامیت قرآن داره دعوت میکنه به, سوی، به سمت امام کما اینکه امام دعوت میکنه به سمت قرآن این دوتا از هم جدایی ندارن خب شما بفرمایید قرآن چطور تمامیت قرآن دست به سمت امامت و ولایت دعوت میکنه شما یک قلمش رو نگاه بکنید دو هزار و آیه در قرآن خداوند رحمان اختصاص میده به سیره پیامبران الهی یعنی بیش از یک سوم قرآن متعلق است به 25 پیامبری که خداوند رحمان در قرآن نامشون رو ذکر میفرماید از میان 124 هزار پیامبر الهی خداوند رحمان نام 25 پیامبر رو گزینش میفرمایند سه پیامبر رو فقط به نامشون اشاره میکنن بیست و دو پیامبر رو به سیره تربیتی اونها و تبلیغی اونها اختصاص میدن و بعد هم میفرماین اولای الذین حد الله و به مقتده این پیامبران کسانی هستن که خدا با خدای خودشون ها رو هدایت کرده شما هم به شیوه اونها اقتدا بکنید به سیره اونها اقتدا بکنید خب زندگی پیامبران در حقیقت دعوت به یک زندگی پیامبران است اونجایی هم که داره از دشمنان خدا و دشمنان پیامبران میگه اون بحث دشمن ستیزی قرآنی استکبار ستیزی فرعون ستیزی نمروز ستیزی شداد ابن آد ستیزی قارون ستیزی خب این غیر از بحث امامت و ولایته میخواد بگه که در هر عصری در هر زمانی خداوند رحمان یک حجت معصومی در روی زمین داره او خلیفت الله او جانشین خدا در روی زمینه شما دست در دست او با اطاعت او با معیت او پیروی و همراهی او, او به خدا میرسید و به سعادت دنیا و آخرت میرسید اینه که میفرماید ال هر آیه قرآن رو دست بذارید در دلش دعوت به سمت امامه. قرآنی که از امام جدا باشه قرآن نیست امامی که از قرآن جدا باشه امام نیست فریبه فرمود ما ان تمسکتم به ما تزلو ابدا یک دستتون قرآن یک دستتون اطرت ولایت امامت مهدویت هرگز گمراه نمیشید تمام قرآن دعوت به سمت امامه اما یه آیاتی رو داریم در قرآن که بل خصوص متعلق به امام زمان روحی فدا حضرت وقیت الله الاعظم مولای ما آقای ما تمام اعتبار و دار و ندار ماست که امیدواریم خداوند متعال ظهور فرخنده و پربرکتشون رو در سریع ترین زمان ممکن بر ما منت بگذارند انشاءالله تعالی یکی از این آیات کلیدی که آیات المهدی نامیده میشه آیه دویستم سوره آل امرانه که میفرماید یا ای الذین آمنو ای اهل ایمان برای اینکه به فلاح به رستگاری به سعادت هر دو جهان تو امان برسید چهار عامل رو باید دستور کار خودتون قرار بدید یک رو. یا ای الذین آمنو اسبرو که اشاره داره به صبر فردی باید اهل صبوری باشی شخصیتت باید یک شخصیت صبور باشه اگر یک شخصیت عجول شتابمند زود رنج زود از گور در رو باشی به جایی نمیرسی باید تمرین صبوری کنی عامل اول برای رسیدن به فلاح و رزگاری هر دو جهان شخصیت صبور هفتاد آیه در قرآن دستور میده به انسان انسان صبور باشه و بشر صابرین بشارت الهی برای صبورانه این صبر رو هم در سه شاخه تعریف میشه طبق آیات و روایات یکی صبر در مقابل معصیته بالاترین صبر سب صبر در مقابل معصیت اصلا معصیت دایره ولایت شیطان اگر ما در مقابل معصیت صبور نباشیم که مأسی... بتونیم با این صبرمون از معصیت عبور بکنیم از دایره ی ولایت خداوند رحمان پیامبران امامان و امام زمان خارج میشیم به دایره ی ولایت شیطان وارد میشیم اینه که حضرت حجت روحی فدا مولامون امام زمان روحی فدا به ما یاد داده در دعای حضرت حجت ابتدای مفاتی این دعا رو انشالله خدا کنه معنوس باشیم دعایی که از لسان متحر امام زمان صادر میشه صفت تا صدش سند زمانت داره سند اجابت داره سند اجابت و زمانتش اون آقاییه که این دعا از قلب متحر او از ذهن متحر او و از زبان پاک و متحر او جاری شده فرق میکنه با دعایی که ما با ذهن و قلب و زبان خودمون از خدا تمنا بکنیم صف تا صدش سند زمانت و اجابت داره چون که هم کلام شدی هم نوا شدی با امام زمان روحی فدا دعای حضرت حجت دو فراز اول اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعدن معصیه خدای به من توفیق تاعت بده که دایره ولایت خداوند رحمان پیامبران و امامانه و بعد معصیت نفرمود ترک معصیت ما مشکلمون اینه اهل ترک معصیت میشیم توبه میکنیم استغفار میکنیم ترک میکنیم اما چرخی میزنیم دوباره مییم سر سفره معصیت اینجا میگه بعد معصیت دوری مداوم از معصیت مهاجرت از معصیت و رجزه فحجر فرمان خداوند رحمان اینه از مطلق ناپاکی ها و آلودگی ها مهاجرت کن نه مسافرت مسافر میره سیاحت کنه زیارت کنه دوباره مراجعت کنه اما مهاجر میره که دیگه بر نگرده هی فاصلش از مبدع بیشتر میشه میگه از تمام ناپاکی ها و آلودگی ها مهاجرت کن این که میفرماید حضرت موسی کلیم الله وقتی رسید محضر حضرت خضر نبی به فرمان خداوند رحمان تا شاگردی بکنه تا ظرفیت پیدا بکنه برای پیامبری اولوالعزم الهی اولین سوالش این بود که شما ای خزر نبی چگونه به این مقام والا رسیدی کسانی که قرار مثل موسا پیامبر اول از الهی بشن باید بیان سر کلاس درس شما شاگردی بکنن باید در معیت و همراهی شما ظرفیت و لیاقت پیدا بکنن چگونه به این مقام والا رسید دو کلمه جواب داد حضرت خزر نبی که از ملازمان امام زمان ماست که امام رضا علیه حالا فتیت و, و سنا فرمود به او عمره جاودانه داده شد تا قیام قیامت زنده باشه به دو دلیل هر دو دلیل هم مهدویه متعلق به امام زمان اول اینکه عمر طولانی و او سندی باشد بر امکان طول عمر حضرت مهدی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا و دوم این که حضرت خضر نبی ملازم انیس مونس و رفیق امام زمان باشه در عصر غیبت که عصر تنهایی اوست. این که وقتی حضرت ظهور میفرمایند غیر از اینکه در زمان غیبت حضرت خضر نبی ملازم و خادم خدمتگزار امام زمان روحی فداست وقتی حضرت ظهور میفرمایند در شمار مشاوران ارشد و وزرای ارشد حضرت, حضرت حضور داره اون آقایی که پیامبران اولو العزم الهی مثل حضرت موسی کلیم الله باید برن درس بگیرن از او تا لایق بشن برای اون رسالت عظیم و رسالت نبوت اون آقا تمام افتخارش خدمتگذاری مولای ما امام اصروحی فداست صدا زد جناب خضر نبی چگونه به این مقام رسیدیم فرمود به بعد المعصیه با دوری مداوم از معصیت رفقا جز بعد معصیت و مهاجرت از معصیت ما لایق نمیشیم لایق ولایت هدایت نورانیت امام زمان نمیشیم معصیت دایره ولایت شیطانه اینه که به ما یاد دادن توی زیارت امام حسین علیه السلام, تحت القبه یه دعایی داره یه سلاوات خاصه داره که جناب سید ابن تابوس نقل می‌فرماید، فرماید می این سلاوات خاص رو از راه دور از راه نزدیک بخوانید در آداب زیارت امام حسین علیه السلام در مفاتیح الجنان فکر کنم ادب چهاردهم باشه صلوات خاصه امام حسین علیه علیه و السلام در انتهاش عرضه می‌داریم ولا خلفنی الله به زنوبی خداوند به واسطه گناهانم به خاطر گناهانم بر اثر گناهانم بین من و شما جدایی نیندازه معصیت بین ما و اماممون جدایی میاندازه فخر و شهدای مدافع حرم شهید محسن و حججی عزیز که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اتمام حجتی شد بر همه ما که روی اتکت لباس رزمش این عنوان رو انتخاب کرده بود جون خادم المهدی جون نام قلام سیاه از سید و بوده جون خادم المهدی میخواد یا صاحب از زمان یه قلام سیاهی داری گوشه ی عالم تمام افتخارش خدمتگذاری شماست جون خادم المهدی یه اتکتی پشت تلفن همراهش زده بوده تحت این عنوان معصیت یعنی خدا حافظ امام و این اصلیه که بچه شیعه میفهمه باور میکنه بهش معتقده دوچار معصیت شدیم دوام معصیت با توبه و استغفار پاک نکردیم هی hey معصیت معصیت عاقبت ما را از ساعت ولایت و امامت جدا میکنه به دایره ولایت شیطان پیش میبره اینه که اولین شاخه صبر صبر در مقابل معصیته شاخه دوم صبر در مقابل طاعت توفیق طاعت صبوری میخواد مداومت بر نماز نماز صبح نمازهای پنجگانه روزه داری اگه انسان صبور نباشه بی صبر باشه میبره استعینوا بالصبر و سلات. مدد بگیرید از صبر و نماز این صبر روح تمام عبادات ماست پس شاخه اول صبوری در عرصه اسبرو، صبوری فردی صبر در مقابل معصیت صبر در مقابل طاعت صبر در مقابل مصیبت سختی ها گرفتاری ها بیماری ها گرانی ها فراز و فرود های اقتصادی نباید تو رو بی صبر بکنه به جایی برسونه که دینت رو به دنیا بفروشی باید بین خودت و خدای خودت یک عهد صبوری داشته باشی هر چی هم شرایط بالا و پایین بشه من بر عهد بندگی خودم با تو هستم خدایا بر عهد ولایت و نبوت و امامت هستم با انبیا و اولیا و امام زمانم سختی های اقتصادی فراز و فرود ها بیماری ها گرانی ها گرفتاری ها من را از ساحت بندگی خداوند رحمان و عهد و پیمان ولایت و امامت و مهدویت که جدا نمیکنه. ولنبلونکم بِشَيْءٍ من الخوف وَالْجُوعِ نقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشِّرِ الصابرین ما قطعا شما رو با یک اندکی که امام صادق علیه و السلام فرمودن این ویژه شیعیان و محبان ما در آخر زمان این آیه میفرماید که به بشیء خبر خوش این که نه تمام این امتحان با اندکی از امتحان خوف که فرمودن خوف و ترس و حراسی که از فرعون زمانتون تو دلتون میفته فرعون زمانتون به خاطر آرمان ایمانی و قرآنیتون براتون خط و نشان میکشه میگه تحریم میکنم تهدید میکنم حمله میکنم تهاجم نظامی در دستور کاره گزینه،, گزینه،, نظامی روی میزه یه مرتبه خوف شما رو میگیره ترس و حراس میگیره اما یه مرتبه میایید بر سر آرمانهای قرآنی و ایمانی میگه غلط کرده میای با استقامت ایمانی الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اینها میگن الله جل جلاله اون میگه من خدای شما کت خدای شما میگن غلط کردیم ما یه خدا داریم بر سر آرمان او و فرمان او هم استقامت میکنیم این استقامت باعث میشه ملائک بر شما نازل بشن دیگه خوف و ترس و حراس از قلب شما برداشته بشه من الخوف والجوع و گرسنگی و اندکی از امتحان گرسنگی و نقص من الاموال نقص در اموال که گفتن نقص در کسادی کسادی تجارت اقتصاد فراز و ها و فرود های اقتصادی شما رو می آزماییم یه مقداری گرسنگی بکشید یه مقداری سختی بکشید ببینیم دین رو به دنیا می فروشید یا دنیاتون رو به دینتون می فروشید ولی انفوس و سمرات یکی از نشانه های آخر و زمانی اینه که مرگ در جوانی اینو اشاره کردن این انفوس یا مطمئن توی خانواده یه خانواده ماشین تصادف میکنه سه تا جوونش میرن دو تا جوونش دو تا عزیزش میرن میگه با این مصیبت‌ها، ها میسنجیم شما رو جزع و فضع میکنی به کفرگویی میفتی یا نه بر سر آرمان ایمانی و عرفانیت میمانی و سمرات آفت هایی که توی سمرات شما ثمره تولید شما حالا هم زراعت هم صنعت هم کسب و کار اون تولیدی که داری آفت میخوره اونجوری که میخوایی به سمن نمینشینه بعد امام صادق علیه السلام و میفرن خبر خوش که برای محبان و شیعینا به شیعین یعنی این لطف خدا در حق شماست اگر ولوم امتحان رو بالا ببره خیلیاتون قربال میشید دوچار ریزش میشید والله تو و الله تو قربلو سمت و قربلو سمت و قربلو ما باید امتحانه الهی رو امتحان قربالگری رو پس بدین به خدا قسم شما قربال میشی ادعای ایمان رو بدون امتحان از شما نمیپذیرن بعد به لافاسمه و بشر صابرین بشارت باد به صابران امام صادق علیه و السلام بشارت باد به با اون صابرانی که با عهد ولایت و امامت ما و اعتقاد به ظهور امام زمان ما حضرت مهدی صاحب زمان روحی فدا صبوری میکنن بشارت بر اون صابرانی که با عهد ولایت و امامت و مهدویت ثابت قدم میمانند عنصر دوم صابرو این اشاره داره به صبوری جمعی امام باقر علیه و السلام ذیل این آیه فرمودن صابرو ادب و کن این غیر از اسبروه اون اسبرو در عرصه تهذیب فردی سلوک فردی که شخصیت تو صبور بار بیار نه عجول که عجله عجله تو من شیطان عجله کنی به سمت هوای نفسانی خواسته های دلت و بس های شیطانی بیچارت میکنی این صابرو رو در عرصه صبوری جمعی در مقابل دشمنان میگه ید واحده بشید همدل همزبان وحدت جامعه دینی و جامعه ولایی ید واحده در مقابل دشمن در مقابل سختی هایی که دشمنان به شما وارد میکنن صبوری کنید و همدیگر رو هم به صبر و استقامت سفارش کنید چون از واقع مفاعلت صابره یا صابر و مصابره دو طرف است یعنی همدیگر رو هم سفارش کنید به صبوری و استقامت پدر گوش همدیگه بگی نبر یا ما یک عهد و پیمان ایمانی داریم، عهد و پیمان قرآنی داریم، عهد و پیمان مهدوی داریم. دشمنان ما با این آرمان ما مشکل دارن. تا ما رو مثل خودشون کافر نکنن، اینا دست از سر ما بند نمی دارن. گام به گام خطوات شیطان، گام به گام، یه سیاست تدریجی گام به گام. میگه حالا بیا اینجا رو سازش کن. بعد گام دوم اینجا رو سازش کن مگه دست بر میدوره آقابت میگه از دینت ایمانت آرمانت قرآنت امامت مهدویت همه دست بردار تا من ازت راضی بشم. که اون راضی شدن کفار و دشمنان خدا در حقیقت خارج شدن از دایره رضایت خداوند رحمان و امام زمان سابر و عدو و کم سبور باشید دست جمعی در مقابل دشمنانتون و رابطو. این کلید واژه تو آیه رو توی فضای مهدوی وارد میکنه مترجمان قرآن ترجمه کردن مرزبانی کنید حدود و سغور جامعه دینی رو تو اصلش مرزبانی کردنه مرزبانی کنید معنای ظاهریش تفسیر آیه این میشه که از مرزهای جغرافیایی جامعه دینی قرآنی و ولایی با تمام وجودتون محافظت کنید حراست کنید که دشمن روزنه نفوذ پیدا نکنه ناموستون، جانتون، اموالتون، حیثیت و استقلالتون حفظ بشه بله این هست اما در کنار تفسیر ما یه تعویل داریم تعویل اینه که امام معصوم علیه و السلام پردر و سلام پرده رو کنار میزنه معنای باطنی آیه معنای واقعی آیه رو برای ما بیان میکنه اینه که امام باقر علیه و السلام در زیل این آیه فرمودن رابط الائمه رابطتون رو با امامان معصومتون برقرار کنید و این رابطه رو مرزبانی کنید حفاظت کنید حراست کنید در حدیث دیگری فرمودن رابطو امامکم المنتظر رابطتون رو با امام منتظرتون برقرار کنید و این رابطه رو تقویت کنید حفاظت کنید حراست کنید مرزبانی کنید نگذارید هواهای نفسانی وسوسه های شیطانی جاذبه دنیایی رابطه بین شما و امام منتظرتون رو خراب بکنه رابطه امام کمول منتظر ارتباط با امام زمان و تقویت این ارتباط دستور خداوند رحمان در قران طبق آیه دویستوم سوره آل امران ربط پیدا بکنید به امام زمانتون متصل باشید به ساعت امام زمان این ربط یعنی چی؟ این رابطه یعنی چی؟ اگه بفهمید و تا تازه ما قدر خودمون رو میفهمیم خیلی حالا توی این رابطه تو صحبت داریم تا چه توفیق پیدا بکنیم فرصت باشه و این ربط و رابطه رو ما باز بکنیم رابطه‌تون رو برقرار کنید هم در عرصه فردی تهذیب فردی هم تهذیب خانواد هم تهذیب اجتماعی تهذیب سیاسی تهذیب اقتصادی دست در دست ولی خدا سلوک الله خودتون رو مهاجرت الله رو رقم بزنید وگر نه به دام شیطان و شیاطین میفتید این ربط یعنی چی؟ استاد بزرگواری خلاصه میکرد تمام مباحث تفسیری شاید در رابطه با این رابطه بیش از 20 جلسه یک ساعته بحث تفسیری داشتن بعد خواستن خلاصه بکنن این رابطه امام کامل منتظر یعنی چی؟ رابط الائمه یعنی چی با امامانتون ربط پیدا بکنید فرمودن خلاصش اینه که مثلا شما میخوایی با حضرت سید و شهدار ربط پیدا بکنی اتصال پیدا بکنی ارتباط پیدا باید به جایی برسی که با تمام وجود بتونی بگی من فرزند حضرت سید و شهدارم. نه تشریفاتی و جعلی نه واقعی در واقعیت در عالم معنا ملائک هم قبول بکنن بگن فلانی فرزند حضرت سید و است فرزند حضرت عبا عبدالله اصلا عبا عبدالله پدر عباد الله دیدگاه عرفانیش تفسیر عرفانیش اینه عرفا میگن اصلا عبا عبدالله نامیده شد حضرت سید و چون اگر تو بشی عبد خدا و تمام هم مقمت این باشه که از شمار عباد و شیطان بردگان شیطان خارج بشی و در شمار عباد و رحمان قرار بگیری حضرت عبا عبدالله او پدر عباد الله برای تو پدری می کند و تو در مقام فرزندی قرار میگیری گیری میگه هر بچه شیعه باور بکنه که فرزند حقیقی حضرت سید و شهدوست. بعد اون موقع شما اگر اینو باور بکنی از همین در جلسه که بیرون بری میگی من فرزند امام حسینم دی خیلی اخلاقها ها رفتار ها در شعن من نیست در یک افق بلند معنویت و نورانیت سیر میکنی برسی به جایی بگی من فرزند حقیقی علی ابن موسر رزا امام رزایم امام رزا پدر منه و به این رابط الائمه یعنی اینجا اینطوری ربط پیدا کن فرزند معنوی هستیم فرزند عرفانی هستیم نه هستم، فرزند حقیقی هستیم مگه مگه نفرمود امام زمان روحی فدا شیعت نام نا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو من ما و از ببلایتنا شیعان ما از ما هستن از سرشت ما سرشتشون سرشته شده از خاک خلقت ما آفریده شدن عجین شده وجودشون با محبت ما و ولایت ما اگه ما آرمان شیعگی رو دستور کار قرار دادیم به جایی میرسیم که ما رو در شمار فرزندان حضر سید و شهدا فرزندان امام رضا فرزندان اماما و فرزند امام زمان عبا ساله یعنی چی؟ بعضی ها گفتن خب فرزندی به نام ساله دارن حتما فرمودن پدر ساله نه بعضی نگاه رو آوردن بالا گفتن مثل همون عبا عبدالله پدر عبادالله این هم میخواد بفرماید اگر تو در شمار عباد صالح الهی قرار بگیری امام زمان برات پدری میکنه ابا صالح اگه تو شدی صالح پدر حقیقی خودت رو پیدا میکنی که ابا صالح المهدی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و روح العالمین به مقدمه این رابطه و کلیدواژه رابطه رو داشته باشید اگر توفیقی شد شاید وقتی دیگر به ازن الله و عنایت امام زمان اینجا خیلی حرف داره معادله داره اصلا معادله سربازی امام زمان معادله فرزندی امام زمان معادله یاری و یاوری امام زمان همه روی کتوب در کلیدواژه رابطه نهفته است عامل چهارم و تقلا تقوای الهی پیشه کنید لعلکم تفلحون اگر میخوایید به فلاح و رستگاری هر دو جهان برسید تقوای الهی دویست و پنجاب و هش آیه در قرآن رفقا تاکید داره بر تقوا تقوا و تقوا و تقوا تقوا چیه؟ از امام علی علیه السلام پرسیدم آقا تقوا چیه؟ و انسان متقی کیه؟ فرمود تقوا اینه که اگر تمام اعمال تو بریزن روی یه دایره روی یک بشقابی یک ظرفی تختی بدون هیچ پرده و هجابی بین تمام مردم عالم بگردونن تو عملی که باعث خجلت و شرمت و حیات بشه نداشته باشی میشه تقوا عجب مگه میشه اینکه انسان معصومه نه اگر هم بدی و زشتی داشته سریع با توبه و استغفار پاکش کرده میگه انسان مومن اگرم پر گناه پر استغفار پر توبه است کسی توبه است توابه رجاعه. کسی در وصف یاران و یاوران امام زمان روی فدا فرمودن کسی و ذکر و کسی رو شکر و کسی رو و توبه اینها کسی و ذکرن بیشتر اوقاتشون قلبشون زبانشون به ذکر الله مترنمه اهل شکرن خیلی شکر خدا میگن این ذکر الحمدلله از زبانشون نمیفته کسی رول استقفارن اگر یه گناه تو پرونده اعمالشون هست یه صد ست توبه و استقفار زیل اون گناه نوشته شده, شده. یکی از اشتیایی داشته بدیایی داشته پاک شده روی یک طبقی گذاشتن تو بین تمام مردم عالم میچرخونن خداون اون بدیا رو پرده پوشی کرده دیگه عملی نداری که باعث شرم تو و حیای تو و خجالت تو بشه میشه تقوا اتق الله رفقا ما بدون تقوا به بارگاه امام زمان و یاران و یاوران امام زمان روی فدا راهی نداریم حتی بالاترین درجات تقوا رو از ما خواستن تا در شمار انصار المهدی قرار بگیریم اینه که فرمود من سر رهو این یکونه من اصحاب المهدی فلین فلی عمل بالورع و محاسن الاخلاق و هوال منتظر کسی که مسرور میشه قلب شاد میشه دل شاد میشه که بهش بگن تو در شمار یاران امام زمان جایگاهی داری ما رو داره میگه تمام دل شادی ما خوشحالی ما اینه که بگن آه تو رو قبول کردن در شمار یاران و یاوران امام زمان میفرماید فلینتظر منتظر باشه اونم به تعبیر شهید متحری انتظار منفعل نه انتظار سوزنده نه انتظار منزوی نه که فقط نشستم و گفتم خدا کند که بیایی نه یک انتظار فعال پویا وسط میدان یک انتظار انقلابی انقلاب علیه خیشتن علیه هواهای نفسانی علیه وسوسه‌های شیطانی وسط میدان دست به گریبان با دشمنان امام زمان فلی منتظر ولی عمل به ورع یعنی تقوای شدید بالاترین مراتب تقوا و محاسن الاخلاق و فضیلت‌های اخلاقی یعنی محور کارتون بشه انتظار ورع تقوای شدید بالاترین درجات تقوا محاسن اخلاق و های اخلاقی و هو منتظر چنین شخصی منتظر واقعیه بی تقوایی های ما ما رو از امام زمان فاصله میده و راهش اینه عهد و پیمان تقوا ببندیم رفقا باید برگردیم اینه که توی این جلسات این محافل با تمام وجود باید برگردیم از آستان خودپرستی به خدا پرستی اینه که حضرت امام رزوان الله تعالی در دو بیت تمام حرف رو میفرماین میفرماین از دیو خودی خود رها باید شد از خیشتن خیش جدا باید شد آن کس که به شیطان درون سرگرم است شیطان درون خود پرستی هاست دل به خواهی بندگی کردن هاست دل به خواهی زندگی کردن هاست آن کس که به شیطان درون سرگرم است کی راهی راه انبیا خواهد شد و راه امام زمان راه انبیاست